اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته که بیشترین خسارات مربوط به همین ساختمان هاست. او خواستار ارزیابی دقیق ایمنی این ساختمان ها شده. همزمان مقام های محلی استان کرمانشاه دلیل این خسارت ها رو قرار گرفتن اون روی گسل زلزله اعلام کردند. در پروژه مسکن مهر در ایران تاکنون بیش از 1,700,000 واحد افتتاح شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا صحرایی. زلزله مسکن مهر را به این روز انداخته. ساختمان هایی که بنا بود سرپناهی باشند برای افراد کم درآمد، حالا همانقدر ویرانند که آرزوهای ساکنانش. در منطقه سرپل ذهاب، آنچه از ساختمان‌های نوساز مانده، اسکلتیست لخت و عور. در بعضی از ساختمان‌ها نه تنها دیوارها، که کل طبقات فرو ریخته. تقریباً تمامی 24 ساختمان موجود در این مجموعه تخریب شده و همه 500 واحد مسکونی حالا غیر قابل سکونتند. در حالی که در فاصله نه چندان زیاد آنطور که در این تصویر پیداست، ساختمان‌های شخصی ساز و قدیمی‌تر دست نخورده باقی ماندند. زلزله دیشب ایمنی ساختمان‌های مسکن مهر را زیر سوال برده. به خصوص که بیشتر خانه‌های تخریب شده در استان کرمانشاه به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ساختمان‌های مسکن مهر است. او از وزارت راه و شهرسازی خواسته تا با دقت بررسی کند که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب پذیر بودند. فعلا پاسخ مقام‌های مسئول به این سوال ضد و نقیض است. مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه پایین بودن کیفیت ساخت را رد کرده و گفته دو پروژه مسکن مهر در سر پل ذهاب بوده که پروژه اول به دلیل قرار گرفتن روی گسل آسیبی جدی دیده. در حالی که رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مرکز و شهرسازی چیز دیگری میگوید. او گفته واحدهای مسکن مهر کرمانشاه بر روی گسل قرار نداشته و علت تخریب جدی پایین بودن مقاومت این ساختمان هاست. او با اشاره به زلزله اخیر بجنورد و وسعت خرابی ها در واحدهای مسکن مهر گفته زلزله کرمانشاه هم نشان داد که مسکن مهر این منطقه هم در برابر زلزله مقاوم نیست. بعضی کارشناسان استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد، شتاب زدگی در ساخت و طراحی نادرست را علت خسارت‌های شدید وارد شده به مرکز مهر می‌دانند. نگاهی به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر، مخصوصاً سر پل ذهاب، نشان می‌دهد که ساکنانش از مدت‌ها پیش به مشکلات این ساختمان‌ها اعتراض کردند. از جمله مشکل آب و برق، وضعیت نامناسب بهداشت محیط، مشکل آسانسور و همچنین کمبود فضای باز. طرح 10 ساله مسکن مهر که برای باز کردن گرهی از مشکلات مسکن محرومان اجرا شد، به نظر در اولین آزمون خود نمره ردی گرفته. زلزله دیشب زنگ خطری است برای مقام‌های ایران که ایمنی این ساختمان‌ها را جدی بگیرند. هنوز البته معلوم نیست علت کوتاهی مسئولان بوده یا شدت زلزله. به گواهی صفحات پرشمار تاریخ زلزله و سیل در ایران، در بلای طبیعی فقرا و محرومان بزرگترین قربانی‌اند. فریبا صحرایی، BBC. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، بحث ایمنی و مقاوم سازی ساختمان ها دوباره مطرح شده. فروخ ندیم مدیر فنی مؤسسه ژئوتکنیک نروژ از اسلو با ماست. آقای ندیم به مدت 10 سال رئیس سازمان بین المللی سوانح طبیعی بودن که مقرش در نروژ بوده. آقای ندیم، وقتی تصاویر رو میبینیم، گزارش ها رو نگاه میکنیم، آیا نشانه از این دیده میشه که استاندارد ساخت و ساز در اون مناطق رعایت شده باشه؟ من تصاویری که نگاه میکنم به نظر میاد که اسکلت سازی ساختمان ها مسئله نبوده. به نظر چون اسکلت همه ساختمان ها تقریبا برجا مونده، ولی به جزئیاتی که بعداً برای کف‌سازی و دیوار ساختن دیوارها و پنجره‌ها و اون چیزا بوده اصلاً مثل که توجه نکردن و به این صورت آدم انتظار نداره که ساختمان‌های جدید در مقابل زلزله در منطقه‌ای که زلزله خیز هست به این صورت رفتار بکنن. اگر اسکلت سازی مثلا مقاوم نمی بوده، احتمالاً تلفات میتونسته خیلی بالاتر از این بره. مسلماً اگه وقتی که اسکلت سازی درست نباشه و این ساختمان ها ستون هاشون خراب میشه و کسی که اونجا زندگی میکنه دیگه شانسی برای زنده موندن نداره.
اشاره کردید در مورد کفسازی ها، در مورد دیوارها، تصاویر رو وقتی که میبینیم خیلی از جاها دیوارها فرو ریخته، بخش های مهمی از ساختمان ها تخریب شده. در این زمینه ها چه استانداردهای موجود هست یا استانداردهای روس هست که باید رعایت بشه؟ در این مورد استانداردهای موجود زیاده و تو ایران هم خیلی هستن که روی این مسئله ها پژوهش میکنن، ولی خب مسئله اینه که بخوان درست بسازن یه مقدار وقت بیشتر میگیره، شاید ساختمون ها گرونتر در بیاد، البته نه خیلی زیاد، شاید 5-10% قیمت ساختمون بالا بره، و وقتی بخوان صرف جویی بکنن و میونبر بزنن، زلزله که میاد به این صورت با این مسئله ها آدم رو مواجه میشه. در گزارش ها داشتیم که بیمارستان شهر سرپل ذهاب کاملا تخریب شده، خیلی از مدرسه ها هم تخریب شدن. اینا ساختمان های دولتی هستن، قاعدتا مسئله سودی که شما اشاره کردید که معمولا در بخش خصوصی بیشتر بهش فکر میکنن نباید این جاها مطرح باشه. چرا باید این ساختمان ها انقدر در برابر زلزله آسیب پذیر باشند؟ نه، این دیگه باعث نشونه کم توجهی هم مهندسان و هم مسئولانی که این ساختمان ها رو ساختن، چون در همه دنیا به استانداردهای زلزله که نگاه بکنید بیمارستان ها و مدرسه ها رو یه فاکتور 2 یا 3 روش میذارن، چون اینا ساختمان های بسیار مهمی هستن و اهمیت داره که بعد از زلزله حداقل بیمارستان ها قابل استفاده باشن. و در نهایت به نظر میاد که خیلی از مقامات غافلگیر شدن. کشوری که روی خط زلزله هست، بخش‌های مختلف در دهه‌های گذشته چندین زلزله پرتلفات رو هم تجربه کرده، واقعا عجیب نیست که غافلگیر میشن با وقوع زلزله؟ من فکر نکنم غافلگیر لغت درستی باشه. شما برای اینکه همونطور که خودتون الان گفتید، هر منطقه، هر شهر بزرگی در ایران برید، به فاصله 100 یا 200 کیلومتری یک گسل خیلی مهم هست. در این منطقه در 100 سال گذشته زلزله بیشتر از 5 یا 5.5 اتفاق نیفتاده بود. شاید به این خاطر مقامات فراموش کرده بودن که در این منطقه میشه زلزله خیلی شدید بیاد. درسته. اشاره کردین که اینجا خب از نظر سابقه اگر نگاه بکنیم زلزله های قوی خیلی اتفاق نیفتاده. آیا میشه گفت که در جاهای دیگه هم که به نظر میاد زلزله های قوی در اونجا رخ نمیده، یک دفعه چنین زلزله رخ بده در حد بیشتر از 7 درجه؟ بله مسلمه، چون بیشتر موقع این زلزله ها در یک گسله های اتفاق میفتن که شاید صدها سال این گسله ها هیچ تحرکی نداشتن و این انرژی اونجا جمع شده و یکو این زلزله شدید ایجاد میشه. ولی خب در شهرهای بزرگ که در نزدیکای گسل هستن، زلزله‌های کوچکتر هم میتونن تلفات خیلی شدید به بار بیارن. من فکر کنم مثلا زلزله بم نمونه خیلی خوبیه که اون زلزله فقط 6.6 بود و جایی بود که هیچ کس انتظار زلزله نداشت، ولی خب درست زیر شهر اتفاق افتاد و خیلی صانعه خیلی بدی بود. رعایت مسائل ایمنی که مربوط میشه به زلزله در ساختمان ها حتما کار بسیار تخصصیه، ولی اگر یک شهروند عادی رو در نظر بگیریم، آیا این میتونه تشخیص بده که مثلا این خونه ای که میخواد اجاره کنه یا این ساختمانی که میخواد بخره در برابر زلزله مقاوم نیست؟ نه، این کار خیلی مشکلیه و این مسئله هم نیست که بشه در عرض مدت کوتاه حل کرد. اگه ما همین الان شروع بکنیم و هر ساختمان جدیدی که توی ایران میسازن کاملا مقاوم در مقابل زلزله بسازیم، شاید در عرض 50-100 سال آینده بتونیم این ریسک رو خیلی کمتر بکنیم. و این وظیفه مهندسایی است که روی این ساختمان‌ها کار میکنن و کسایی که ساختمان رو میسازن که به این جزئیات اهمیت بدن و همیشه یادشون باشه که در ایران هر جایی باشین ممکنه یه زلزله خیلی شدید هر لحظه اتفاق بیفته. سپاسگزارم از فرخ ندیم، مدیر فنی مؤسسه ژئوتکنیک نروژ با ما. زلزله در کردستان عراق هم دست کم 9 کشته به جای گذاشته، 10 نفر رو زخمی کرده. زلزله مناطق مرزی کردستان عراق با استان کرمانشاه ایران رو به شدت لرزونده و در بغداد پایتخت هم احساس شده. ژیار گل از خسارت‌های برجامانده در طرف دیگر مرز گزارش میده. شدت زمین لرزه دیشب در کردستان عراق
این دوربین مداربسته هنگام وقوع زلزله در شهر دربندیخانه این منطقه را نشان می دهد. این هم تلویزیون روداو در کردستان عراق. ابتدا زمین لرزه استودیوی سلیمانی را می لرزاند. حدود 30 ثانیه بعد زمین لرزه استودیوی موجی روداو در 130 کیلومتر آن طرف در البیر را به لرزه در می آورد. تلویزیون روداو مجبور شد برنامه عادی خود را قطع کند. در زمین لرزه دیشب در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران چندین نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. صدها خانه در شهرها و روستاهای این منطقه آسیب دیدند. بسیاری شهروندان این منطقه از ترس شب را تا صبح بیرون از خانه هایشان سپری کردند. بسیاری زخمی ها به بیمارستان های سلیمانیه و اربیل منتقل شدند. صد دربندی خان که در نزدیکی مرکز زلزله بوده صدمه دیده. شدت زلزله به حدی زیاد بوده که دیوار صد دربندی خان به طول 450 متر شکاف برداشته. همچنین صد نشست کرده. ستونهای عمودی صد ترک خورده. ما مشغول بررسی صدمه وارده به صد هستیم تا مطمئن بشیم که شکسته نمیشه. دو شهر حلبچه و دربندی خان در استان سلیمانیه که به مرکز زمین لرزه نزدیک بودند بیشترین خسارات را دیدند. همونطور که در این گزارش دیدیم زلزله در کردستان عراق هم احساس شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی دلسوز، مهندس سازه که خودش در کردستان عراق زندگی میکنه و ابتدا از او پرسیدم زلزله دیشب تا چقدر احساس کرده. من توی ماشین بودم، حس غریبی داشتم، احساس کردم ماشین داره میلرزه، فکر کردم ماشین ایراد پیدا کرده. گاهی که بچه ها توی ماشین هستن ماشین تکون میخوره، ولی بچه ای هم توی ماشین نبود. بعد فهمیدم که زلزله است. پرنده ها به جنب و جوش در اومدن، حیوان ها فرار میکردن، مردم هم فریاد میزدن و از خونه هاشون بیرون میدویدن، به خصوص ساکنان ساختمان های اسکان در اربیل. مردم خیلی ترسیده بودن. خسارت های وارد شده در عراق تا چه حد جدیه؟ در کردستان عراق حلبچه از هر جای دیگری به مرکز زلزله نزدیکتر بود، اما نگران کننده ترین اماکن دو سد دوکان و دربندی خان بودند که به مرکز زلزله نزدیکتر بودند. با بعضی از دوستان مهندسم که صحبت می‌کردم می‌گفتند این سدها میتونن در برابر زلزله تا 7 درجه مقاومت کنند. همونطور که دولت عراق رسما گفت سد دربندی خان آسیب دیده و نگرانی زیادی هست و لازمه که این سد تعمیر و دوباره بررسی بشه، چون خونه‌ها و شهرهای زیادی نزدیک این سد هستند. عکس العمل نیروهای امدادی و مقامات محلی چطور بوده؟ تیم‌های امداد مخصوصاً تیم‌های اورژانس و تندرستی تونستن زود به محل برسن. دولت محلی هم فوراً اعلامیه منتشر کرد و گفت کارکنان این دو بخش و بخش‌های آتش نشانی و کمک‌های اولیه باید هر چه زودتر به سر کارشون برگردن. به همین خاطر شمار زیادی از نیروهای امنیتی، آتش نشان‌ها و پزشک‌ها با اینکه شب بود به سر کارشون برگشتن. شهرهای حلبچه و دربندی خان خیلی به مرکز زلزله نزدیک بودند. با این حال تلفات در عراق خیلی کمتر از ایران بوده. دلیلش چی میتونه باشه؟ یا به خاطر اینه که تراکم جمعیت در عراق کمتر از ایرانه در نقاط مرزی؟ من به عنوان یک مهندس سازه میدونم که قدرت این زلزله خیلی زیاد بود. در 100 سال گذشته هرگز در کردستان عراق زلزله‌ای به این بزرگی اتفاق نیفتاده بود. این رو هم بگم که جمعیت این منطقه کم نیست. عده زیادی اینجا زندگی میکنن. دلیل کم بودن تلفات در این منطقه کمی جمعیت نیست. 7 نفر کشته شدند. به تعداد خونه هایی که ساخته شده نگاه کنید. چند ساختمون ویران شده؟ تعداد خیلی کمی. تعداد ساختمون هایی که فرو ریخت به اندازه انگشت های دسته. من دلیل مقاومت ساختمون ها رو سیستم ساختمون سازی خودمون میدونم. دیوارهای ساختمون های مسکونی ما دیوارهای باربر هستند. وزن ساختمون ها روی ستون و اسکلت نیست. این دیوارها هستند که وزن سقف رو تحمل میکنن. این دیوارها مثل دیوارهای برشی هم عمل میکنن. نیروی زلزله به صورت جانبی به ساختمون ها وارد میشه. بذارید این بناها رو با یک میز مقایسه کنیم. اگه میز رو هل بدیم میلرزه، ولی اگه دورش رو دیوار بکشیم بر اثر فشار تکون نمیخوره.
این قاعده در مورد خونه های ما هم صدق میکنه. وقتی که زلزله میاد، دیوارهای برشی خونه های ما نیروی زلزله رو خونسا میکنن. در مورد برج های ما هم وضعیت به همین صورته. اونها دیوارهای برشی بتونی دارن. همه این عوامل باعث میشن که مقاومت ساختمون های ما در برابر زلزله زیاد باشه. ساختمون هایی که تنها بر اساس ستون و اسکلت درست شدن در برابر زلزله آسیب پذیرترن. توی اینجور ساختمون ها فاصله بین ستون ها با دیوارهای خشک پر میشه و هیچ گونه دیوار برشی وجود نداره که در برابر زلزله مقاومت کنه. من اطلاعات زیادی درباره شیوه ساخت خونه توی ایران ندارم، ولی ممکنه این یکی از دلایل تخریب بیشتر خونه های ایرانی باشه.